السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم خدایا خداوندا، درد دردمندان دوا، حاجت حاجتمندان روا، قرض قرضمندان ادا، رفتگان خاک اسلام رو بیامرز، از تصدق سر همه پیر و مادر منم غرق رحمت بفرما. بار الها اوخاده افتوخاده قوت خاده، بکاریم درو بکنیم، هم خود خوریم هم مردم دهیم. الهی نعمت و برکت تو از ما دریغ نفرما. حق و محمد آورد. بلالمی اینقدر اه نریز نورو
ماست که نه موقع بخوریم دوغه اش میباید زیادتر باشه. سلام علیکم آشمیرزا. سلام علیکم آشمیرزا آقا 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 الحمدلله بسم الله خدا زیاد کنه علا خورده چیه؟ عربابی از شهر برات تلغراف بسید عربابی؟ اونجا بلا جا تو هم که خودت خوب گرفتار کار عربابی کردی آدم باید تموم صحرا رو بگرده تا شما رو پیدا بکنه. چه کنم ارباب بعد از پیر خدا بیامرزم تموم کاراشو گردن من گذاشت. منم باید امونتداری بکنم. رسم مردی و مروت دنیه که آدم ولنگاری بکنه. دست شما درد نکنه. بیا ای بابا ما رو خجالت بدی. نه بابا تو هم عیالواری بگیر. مال اربابی دنیه مال زمین خودمه. خدا نگهدار. داشا گلنا اربابی تیر غلاف بزی که روز پنجشنبه مخوان دست جمعی بیان یه خنک بخورن. خب چشم و درد روشن. بعد از یک سال باز چشم مجنون به جمال لیلی روشن میشه. چشم دلت تو هم روشن. برای اینکه اگه چشم مجنون به جمال لیلی روشن بشه چشم شیرینم به دیدن فرهاد روشن بگده. ای داداش جون این حرفا چیه؟ ندیه پس نفرینی که نداره. بخور پیش باست رو تو اسکار نمیشی؟ چرا؟ باید مال ببرم اسکار پیاده که نمیتونم بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. تو رو برای سواری کی بیاردم؟ خب گوشتو وا کن عقلتو جمع کن. تو باید به زهر خانم سواری هادی. امروز دیگه خیلی باید سر به راه و پا به راه باشی. دلم مخواد همچین پاورچین پاورچین راه باشی که ای تو دلش تو کن نخوره اکنه خریتت گل بکنه جفتت مفتت بزنی بزنی زمین. هرچی هم بیادبی میادبی داری همین حالا بکن جلو رو نابرو نبوری. اگر همینطور که گفتم بکنی امشب یکی در جو بهت زیاد تر بدم. آه خوشا شدی ای بیدیم. آه چه خبر هر میاد هر میاد آه باری کلا پس همینجا باشین اولاغا رو نبنیم بشه جلو قدقره من بشم کمک شو بکنم نه یه جلو. آه سلام علیکم خاله نرگه چطوری بابا خوشی؟ خدا بهت علم بادی. علیکم سلام آقا شیرزاد. حاضر حاصلا چطوره؟ الحمدلله سلامت باشید. بفرمایید. سلام علیکم خانم. علیکم سلام. من حالت چطوره؟ الحمدلله. بس من دیگه خواب خواب رفته. اوه یه باشه باش. بفرمایید. بابا اینجا مولا حاضر نام هلن جون. حال خودت چطوره؟ الحمدلله سلامت باشید. بفرمایید. سلام علیکم. سلام شیرزاد جون.
حال شما چطوره؟ سلامت باشی. چطوری؟ الحمدلله. حال شما چطوره؟ عجب. گرفتار درسان بودم. گلدان چطوره؟ الحمدلله. دعا بگیر شما بکنید. خب بفرمایید. بفرمایید مولا اونجا حاضره. بفرمایید. سلام شیرسه. سلامت هایی. خوبی؟ حال چطوره؟ الحمدلله. حال شما چطوره؟ چه سلامتی؟ صفا آوردی. چشم و دل ما روشن. برو آقا پسر. بریم جانم بریم. بیام خود اینو بگی. سلام علیکم. علیکم سلام علیکم. خواهش میکنم با این مؤدبانه تر صحبت کن. چون این از اون دهاتیه که تو فکر میکنی نیست. این رو اون نداره. دهاتی رو چون به جوش کنن دهاتیه. من اینا رو بهتر میشنم. بریم جانم. سلام علیکم آقا شیرزاد، حالت چطوره؟ سلام علیکم محمد آقا، حال خودت چطوره؟ سلامتی؟ کیف حالت؟ باز قربون معرفتی؟ تو باشم، این آقا فکری کی بود؟ حالا ندیدیمش. این مرمز آقا خارزاده اربابه. آقا هم بدش نمیاد که صبح خانمو بهش بده. ایرونی بخون یا بذار شیرزاد بخونه. شیرزاد؟ اونم آدمه؟ هی سیگاه کن ببینم دوستی به ایسته همی که نداره مهمون عزیز خدا. شیرزاد تو هم بخون دیگه اینقدر بچه ها اصرار بکنن. اگر منتظر اجازه ای بخون بول بول بخون سومو. شیرزاد نمیخونی؟ چرا؟ مخونم برا خاطر شما مخونم. من آدمی شریف به جان آدمی لحمین زباد زیباد نشان
شنیدی هرموز؟ سخن را روی با صاحب دلان است. منظور تو نفهمیدم. یکی زدی ضربتی ضربتی نوش کن. خوب بزن. کی؟ بله دیگه، تو یه دهاتی رو داخل آدم ندونستی؟ اونم با کمال احترام حق تو کف دستت بزن. داخل آدم؟ واق واق اینام آغازه؟ لا اله الا الله استغفر الله ربی و اتوب الیه. همین باستگی استغفر الله میشی؟ کجا میشی؟ کجا رفته بودی؟ هیچی کن دولار سپوره ایدم. قربان شون لطخت گور شو. من؟ ابدا؟ هی کمم جای درد نم کنه ها، جای درد نم کنه. نه سلام مرباب. علیکه سلام گلا. سلام، خسته نباشی، صفا آوردی. سلامت باشی، حالت خوبه؟ الحمدلله. بفرمایید. نه تاییه میبینیم. بله ارباب. باریکلا. سلام ماما. سلام دختر قشنگ، حالا چطوره؟ به مرحمت تو، بد نیستم. تو کیه شیرزاد هستی؟ من خواهرشم. خواهرشی؟ به به، چی دختر فهمیدی؟ منم پسر عمه زهره خانم هستم. تو با این کمال و جمال حیف نیست گوشه این دهکور زندگی میکنی؟ با هر کن خیر اموات دور اینه رو خیب بکش. هر چی تو را سر به سر ما گذاشتید یه وقت ویلا با دسخانه کاکولات درو بکنم. پسر تو چقدر کچ خیالی. من داشتم به خواهرت کمپلیمان میگفتم. کمپلیمان مو گفتم. چای مایی تایی چدی؟ پس یادت باشه که برد زهره خانو اصلا سلام. از احوال پرسی های شما سال یک بار اگر آقا برای فاصله بیا شما عبد با من کار داشتی؟ نه کجا میشم؟ داشتم اول آقا رو برسنم. خیلی طول میکشه؟ نه هم از صبر میگذرم. خب زود بیا. چه هم ادام
اما استخر گودیه ها، آدم میترسه توش نگاه کنه. به، این که چیزی نیست، من تو دریای مان شنو کردم و نترسیدم. آخه جان من، تو ماشاءالله جوونی، مردی. به جان عزیزتون همین پارسال رفتم جنگل شکار قرقاول. چشمتون روزه بردن پیگی دفعه دیدم یه پلنگ نخراشیده و نتراشیده جلو پای من سرش. ای بابا حاج فراموش کردم که فشنگ ساچمه این تودوره، توفنگ رو بردم بالا هر دو فشنگ رو تق تق خالی کردم. یه دفعه دیدم پرنگه قرشی کرد و خیز برداشت طرف من، منم مهلتش ندم کارد و کشیدم از این برد، از اون برد، از این برد، از اون برد. باش مار مار چی برد؟ آرماز تو کمک کن، آرماز کمک کن، داره داره خفه میشه. مردیسی کن چی کار رفتن داره برم دست نزنی، من برم چون بیارم. برو برو زوره زور دست نزن، من بین من دارم بزن شیرزا زور دست نزن به تو، من داره داره خفه میشه. برو بیاره جلو، چیز دستو بیاره جلو. شو بگیر باری کلا شیرزاد، باری کلا چوب آدم، چوب آدم، نه این اقفه این اقفه بلقم چوب آدم زحمت کشیدی در اومدی؟ بله شیرزاد نجاتم داد، که از سرده بتانم میلرزم سرده تو نه؟ سرده یه ها یه های تو منم اندازه گوشت این کار کسی به نندارو شونش آموز آقا ممکنه وصلتی نداشته باشه اما کثیف زنیه. آره امی خوبه دست دادم بارش بریم جرم شیرزاد هست اونم که غریبه نیست. باشو زوره جم بریم همه لباس در وست و همه یه غذای داغی بخور حالا جا. راستی اگر هرمز چوب نی برده بود حتما غرق شده بودم. چرا بایستدی گل نست؟ بشین اجازه بفرمایید در خدمت باشیم، شاید چیزی لازم باشه بیاریم. شیرزاد نوکر میشی؟ ما نون زحمتمونو مخوریم و منت از هیچ تنابنده ای نمکشیم. بیشین شیرزا چیزی که لازم نداری؟ قضا از دهن میافت بیشین دیگه. اون چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آی این دهاتی ها متظاهرن؟ لا اله الا الله. شیرزا بگیر آرمون دست بنده شما موازی باش گلناز گرسنه نم نه ترس گرسنه نم پسره بوی از تمدن نبرده هنوز داره با دستپنجه آلوده غذا میخوره. درست آقای هرمز آقا دستای ما پینه زحمت کشی داره اما شکر خدا که تا حالا به خون و مال یتیم و صغیر مردمون فقیر آلوده نشده. هرمز شوخی میکنه تو نرم هرمز تو هم دیگه شورشو داره بود از کسی بیا مزه نده سر سفره که آدم اینقدر حرف نمیزنه نهارتون رو بخوری هستی ماها بره بروسی Thank you.
بعد شب بلند شید، ما که نیومدیم ده همش بخوابیم. آقا اگر تشریف میبرید عروسی موقعشه. شما حاضرین؟ آره، همگی الان میرم لباسمو عوض میکنم بریم. آقا رمز آقا وسط شلوارتون چرا خیسه؟ چی؟ چی شده؟ ها وسط تخت هم خیشه. چی دو شده؟ رمز آقا من بگم نکنه چیزه او برگشته. آقا رمز آقا از ما به شما نصیحت، هیچ وقت پیش از خیر چیزهای اوکی نخورید. گم شو بزن. Thank you.
لابد آقا خیلی از این خبر خوشحال بود. بیشتر دلم میخواست که تو از این خبر خوشحال بشی. من چرا؟ آخه بهت که گفته بودم پدرم وعده داده بود وقتی درسات تمام شد برام زن بگیری. خب انشالله مبارکی. تو که میدونی من دو سه سال تابستونا فقط به خاطر تو اینجا میام. گذشت از اون من از این دختر شهری های پر افادن بیزارم. این حفار نزنیم ارباب هیچ وقت راضی نمیشه که شما دختر دهاتی بگیریم. مگه پدرم خودش کجایی بود؟ گلناز بگو میل داری با من ازدواج کنی؟ والا چی بگم؟ نمیدونم اختیار من دست برارمه، اختیار شما دست پیرتونه. آخه گلناز رضایت خودت هم شرطه. خودتون میدونی. دلم خونه. مگه چی شده؟ من که حاضرم جونم و فدای زهره بکنم نمیدونم چطوره که رو منش مطلب با پیرش در میون بذارم. از اون طرف هم بترسم این یارو پسر کاکولیه بالاخره دختره رو از دستم در بکنم. تو هیچ با خود زهره خانم صحبت کردی؟ نه. چه معنا داره آدم با دختر حرف بزنه؟ اول باید با پیرش صحبت بکنم. نه داداش این طور دنیه. اینا رسم شهریا رو دارن. اول باید دختر پسر با هم صحبت بکنن. اگه هر دو راضی بودن اون وقت. آخه چی بگم روم نمیشه که حرف بزنم. اینا که کاری نداره. وقتی پرهاشیدی زانو میزنی دستاشو خوشحال خواندی میگه من دیگه امسال دستام تموم ببو. نه چیزه بگو دیگه موقع زنگ گرفتنه. خودت میخوای با من عروسی بکنی؟ باید گفتن آسون میام من خجالت میکشم. اما نه آدم از کار بعد خجالت میکشه. من که خیال بعدی ندارم. آره کلا خواه همینطور که گفتی میکنم زانو میزنم دستاشو میگیرم خوشحال هم دم میگم من تو رو مخوا دیگه بینم چه رو میکنی. برافو چه خوب میخونی؟ کارلو خوبی از خود داره
ببینم میشه منم سوار شم؟ البته که میشه. من چیلی نیر بالا یه زفاهات این بالا باید بیرون دیگاه چه بکنم. ناراحت هست؟ نه اتفاقا من برای نشستن رو چرخ و شنیدن صدای تو اینجا اومدم. من که صدایی ندارم. اگه نمیخونی پاشم؟ نه بخونم بخونم. هر شعر خوش و نغمه عطار تویی، آن که دل دادم و دل میدهم از باز تویی، آن که در کوی تو پروانه سپر سوخ برم، آن که در کوی تو پروانه سپر آن که زد خنده برام سوز و بر این ساز تویی. ما رشت تو گرفتار و تو در Thank you.
خدایم، خودت میدونی که من 2 سال عروسم و هنوز اجاقم روشن نشده. شوهرم پاس توی کفش کرده که اگه دو منم سبز نشه یا میره رو من زن میبره و یا منو طلاق میده. میگی من اولاد میخوام. خدایا تو رو به حق مقربون درگاه قسم، من نو عروس و سیاه‌بختم. خدایا کریمیت شکر بسندیم زنی نشدم. اینقدر به من اولاد دادی که به تنگ اومدم دیگه بسم. خدایا خودت یه لطف و مرحمتی کن، اونجا آمار کور بکن یا نمخون. بنداز که دخترش به من هاده. دو تا شم نظرت کردم، یکیش حالا روشن میکنم، این یکیش هم گروه میکشم. هر وقت مراد دلم و دادی اون وقت یکیش روشن میکنم. بارالله به حق عزت و جلال من روسیا رو معیوس نکن. باشه بابا جان، بخواستم یک چیزی بهت بگم. چیه؟ من دیگه درسم تموم شد. به نظرم کسمه زیر زیر سر گذاشتی. خودتون گفتین وقتی درسات تموم شد. درسته، من حالا که زیر قول خودم نزدم. ببینم مطابق سلیقت هست؟ اسمش چیه؟ گلناز. گلناز؟ دختر حاجی ولی الله؟ نه آقا جان. گلناز دختر حاج منباقر بنکدار؟ نه آقا جان، گلناز خواهر شیرزاد. چی؟ دختر رعیت خودمون؟ یک دختر دهاتی؟ بابا جون دهاتی بودن که ننگ نیست. من با دونه بپسندم که پسندیدم. من نجابت و محبت و قشنگی میخوام که اون داره. میخوام خونه دار باشه و خرجای بی خودی نکنه که نمیکنه. آخه پسر باباش صدا جان مباشر مثل خود من بوده. من که نمیخوام با باباش ازدواج کنم. حالا فهمیدم چرا اصرار داشتی بیای آب خونک بخوری. پس آب خونک خوردنتون اینه. بعد جنسا. حالا که اینطور شد دستبالتون رو جمع کنید، همین فردا برمیگردیم به شهر. خودم میدونم چه کسی برات بگیرم. اجالتا مخالفه. اما گلناز اینی بدون که من تا زندم غیر از تو هیچ کس رو نمیگیرم. نه فیروز آقا، این حرفا رو نزنی. برای خاطر من با پیرتون در نیفتی. خوب نمیون پیر پسر بگو مگو درگیری. نه گلناز، تو باید به من قول بدی که منتظرم بمونی. چی بگم؟ من اصلا خیال شوهر کردن ندارم. نه، تو باید قول بدی، قسم بخوری که منتظر من باشی. به این برکت قسم به پای تو صبر میکنم. هنوز خستگی را در نرفته به شهر برمیگردیم. نمیدونم این سفر چرا پیارتون نخواست اقلن یکی دو هفته اینجا بمونیم. هر سال که یه ماهی موندیم. نمیدونم چی پیشون یه زارو خورم هر بدی دیدید همجا چارش برو بلشنه آور بز آقا. اگر بهتون بعد بذاشته حلالمون بکنیم. خیلی خوب، حلالی حلال. خدا حافظ کنیم. خوش اومد. دیا باید ببخشی. خدا ببخشی. هر اگه بعد گذشته دیا باید ببخشی. آخر خیلی هم خوش گذشته. یعنی خوشتر چی میشه؟ خوب با هم دست به یکی کردی. اگه بعد گذشت خدا دیگه نباید حرف بزنی. بریم.
دم هستی یک شب برم بودی چه ها ناگه ها رفتی از پیکر بیروح من همچو جان رفتی نفهمیدن این سال چطور شد ارباب نایمده همه رو برداشت و رفت گمونم سیگوس آقا با ارباب صحبت عروسی من کده اونم اوقاتش تلف شده خیلی شرفش باشه اگه چطور شده همچی که رفته شهر دیگه وزیر الوزرا شده اگه چیشید از مردم دیگه کم تره حیف از سیگوس آقا حیف از سیگوس آقا که باباشی تو رو خود چه گم کرد باش بالا دلم برای تو میسوزه که تو هم امسال پاسوز من شدی خیلی نداری نشونه نویس ما امسال اینطوری نوشته بودی بشو بشو دیا راست میگه بشو دیا بشو بشو برای بالاخره باید این فکری براش کرد اینطورم که نمیشه پسره داره دق میکنه میگی بیخار کنم این پسره دیگه داره حوصله منو سر میبره ها فکر اینم بکن که تو یه دونه پسر روز به روزم داره حالش رفتار میشه حرف زور دارین میزنین ها آخه آدم برای نظر ناخوش میشه تو ما که لفت ناخوششو میدونی چرا سماجت میکنی حالا احتیاطی هم نداری که بوق و بردری دادر همه جا بزنی دختره رو میاری اینجا یک سیغه یواشگی میخونی یک چند وقتی که گذشت خودش که سرد و سیش که شد سیغهش پس میخونی نه سیغه میره لازم نیست دختره رو به یسمی میاری اینجا یه چند دفعه هم که خونه رو خرد بعدم یه چهل پنجاه تومانی میده این کرده وقت دختر افتیجی رو به من جواب اتصال رمانه میکنه آفتاری به انسانیت و مردانگی شما نه بابا نه اون هر که معنی نداره باید یه راه دیگه براش پیدا کرد راه و چاره منحصر به همین یکی گلناز رو براش بگیر راستش هم همینی داداش بگی چی بگیر گذشته از این که بینم از خیلی هم بهتره خیلی خب بابا دست از سرم برداری نفسی در حال شیزداد بیاد چی بگم چی میگه آینه کن تا انشالله راد روشن باشه داداش جا خدا نگهدار دیگه زود برگردی دلم شور میزنه دل با پس نباش زودی برمیگردم بیای سبتم بگیر این نونو بده به بابا غلام به یک قرارم بهش ها بده از دو چشم نابینای مستحق دست علی پشت پناهه دیگه پولش ندیا شانس نداریم که شانسی کی بزنه اونه پیداش کنه حتی پیچی میگردی
برو بابا. شتو مالم بده ماته بدم. چیزی گم کدی؟ من نه. یه خانوم عیونی اینجا رد می شده، سنجاق سینه‌اش گم شده. سنجاق سینه‌اش چی بود؟ سنجاق سینه طلا با چند تا لیگین زمرد. 500 تومن قیمتش بوده. هر زمردش یه پشناخون. ای ماشاءالله. یک ساعت تمام اینجا رو گشت، آب شده تو زمین فرو رفت. الله اکبر. ببینم نکن حالا خود جستیش، حالا خود زدی کوچه هر چه. نه بابا، من الان از گفت راه رسیدم، سنجاق سینه کجا دیدم؟ چه تهمت ناحق بزنی؟ بیا بیا سلماتی، باشش میام. برو نوبت توست، پختم میشه. باشی. کجا میری همچی با عجله؟ میشم خونه ارباب. اومدی تهرون بمونی؟ بابا تهرون کارم چیه؟ برمیگردم به ده. برمیگردی ده؟ آه چه بهتر؟ آخه من یه سنجاق سینه رو بردم که اقلن 500-600 تومن قیمت داره. او صاحبش اصلا؟ نزن، چه خبره؟ صاحبش کجا بود؟ یه ساعت پیش صاحبش وقتی دید پیدا نشد رفت. والا به من چه؟ نه اینکه تو برمیگردی بده، این از من بخر، خیلی ارزون حساب میکنم. نه بابا، مال مردم خیر و برکت نداره. به من اگه این سنجاق سینه رو به زنه یا به خواهره یا به نوزنه یا هر کسی که داری بدی عرش رو سر میکنه. نه، مال مردم مال مردمه. تموم بابا. چه میاری؟ اگه واسه خیمتشه زد تو من نداری؟ هنجا تو من بده. نه، نه بخوام. بیست تو من بده. نه، سب کن. ده تو من بده. میدونی، مال حروم اومد نداره. جهنم، پنج تو من بده. صد تو من بده، پنج تو من، میفهمی؟ پنج تو من. این بچه‌ست. صد دفعه نگفتم جایی که پست منه پیدا نشه، با چی داشتی جا میدادی؟ عوضی گرفتی. داشتم از پسرمون احوال عموم رو میپرسیدم. لعنت خدا اوره تو راحت شدم دروغویه. تو پسرموی منی، تو احوال عموم رو پرسیدی. پس چی میگفت؟ گردونونه همه که یه سنجاق سینه هایی که واردشون که 500-600 تومن قیمت چه پیدا کرده. مبود بین از من بخیر، به 4-5 تانم راضی بود. اما من بکنم خدا رو خوش نمیاد، بابا به دست صاحبش برسه. خیلی این با نه بدین دیگه. فهمیدی پسرمو چی گفت؟ آخه چه تو آدم شی بچه چند نمی دارم بردن زندان نه دیگه فایده نمیاد. خدا خوش نمیاد، نه زنیده خودتون بگیریم به دست آبش برسونی ترش بکنی. چی میگی بیچاره سنجاق جواهرشون کدومه؟ یه تیکه برنج، دو تیکه شیشه. قلابی بو. آره جانم. لعنت خدا و رسول به هرچی کاسره میگه هر اون پره. برو آجون، برو دنبال کاره. حواس جمع کن، ستم باز کن، یه شهره. محبوب یه چی که دیده تو این شهر بدی هم؟ خیلی جربا پختم، شهر که نیست، جهنم آتیش بواره. خدا انشالله تیه رو مادر ساکه رو باعث بانیش رو بیامرزه. هرچی این دور رو درسته اینجا انشالله بهش جاش باشه. اینجا خدا رو بنده دنی هست. یا این ده ما روزی هزار دفعه بشید تو رودخونه. ای ما گل بالاتر بهتون گفتیم خدا روز جای دیگه حواله کنه. یالا بساط جمع کن برو. خفیه یالا برو بینه تو برو ده قیافش نگاه کن. راف خود دو سخت اختمه شورن و اخلاق کسی بتونو. آه چه
خبر به سهم بودی؟ برا پیادر عقلی نزده گونه فرشی نفله بشی، شهر که نیست، همش اوتول، یه اولا خویده نمیشه موده، موده، بنار، موده، قبط داره از برا چیه؟ یک تومنه، هر چی میخوای، یک جبونی خودتون رم بکنیم، بشیم پیادره نه جانم، ما اینجا معمولی معمولی؟ آره خدا عزتتون یه برو پیاده رو خدا درجتتون رو بالا بباره خدا عزتت آده برو، برو پیاده رم آت و رمان نکنه حالت چطوره؟ سلام علیکم علیکه سلام شیرزاد حالا حواستون خوش انشالله تا سلامتی کیف حالتون چطوره؟ ای الحمدلله چرا نمیشه میتونم بیشی یا الله یا مولا حالا خواهرت چطوره؟ دام جون شما بکنه سیریس آقا و زهره خانم چطورن؟ تا سلامت هم انشالله سلامت باشی خودت چطوری؟ شیرزاد تو خودت خوب میدونی که من تو رو مثل پسر خودم دوستت دارم واقعیت شماییم آقا آقا شیرزاد دهنشی بگیم خدا هم با تون رحمت نکنه خلاصه آقا شیرزاد بهت مجده بدم که اقبالت گفته چطور؟ چی شده؟ خیر انشالله آخه میدونی شیرزاد پسرم حالا دیگه به سلامتی وقت دامادی شده ما هم فکر کردیم به سلامتی گلناز برش بگیریم خدا عمر شما رو زیاد نکنه گلناز کنیز شما نه فرق نمی کنه اونم مثل اولاد خود من میمونه
خدا سایه شما رو کم نکنه. بعد از مردن پیرمون شما به ما پیری کردید، حالا هم آقایی و بزرگواری رو تموم بکنید. یه هر گلی بزنیم به سر خودتون زدیم. باریکلا شیرزاد، باریکلا. خب البته منم سعی میکنم یک مجلس آبرومندی براش درست کنم. یه انعام خوبی هم به خودت میدم. آره هاشتادشم خیال داره هزار تومنم به خودت بدی. خدا سایه شما را از سر ما کم نکن. منم البته هیچ حرفی ندارم، اما چیزی که هست خودتون بهتر میدونید که توی ما خرید و فروش، اونم خرید و فروش آدم رستنیه. ما کمتر با پول معامله میکنیم. ما گندم میدیم، قماش میدیم، جو میدیم، قند و شکر میگیریم. حالا هم همینطور اینه رو میدم، اونه رو هم گیرم. نفهمیدم چی؟ چی؟ خوارک هم هم دم، خوارک رو خواب گیرم. چی؟ دختر منو میخوای بگیری؟ اونجام هر خرجی، هر مخارجی هم که واسه گلناز شما بکنیم من هم واسه زهره خانم میکنم. پسر مگه دیوونه شدی؟ چطور شده مگه؟ میخوای آبروم تو مردم بریزه؟ چطور خوارم واسه پسرتون بگیریم؟ آبروتون نمیریزه، اما دخترتون به خودم هادین آبروتون میره. بگو صدا تو ارباب جان، من که حرف بدی ندیدم، گفتم به حکم خدا و رسول. همونطور که خوارم واسه پسرتون میخوایم، دخترتون هم به خودم هادین. مردی که بی غیره خدایی نمی که غلطی میکنی؟ ارباب شما جای پیار منی، ارباب و اختیاردار منی. چوب و غیر منو بزن، بکش اگر صدام درمو، اما حق نداری به من نسبت بی غیرتی هادی. من شب و روز تو گرمای تابستون و سرمای زمستون تو کوه و صحرا جون میکنم و کار میکنم که کسی به من نسبت بی غیرتی ها نده. من بی غیرت دنیم. بی غیرت اونایی هم که خودشون هیچ کار نمیکنن، از زحمت و کار این و اون نون میخورن. خونتون آبادون، خود مهمون نوازی کدی. خدا نگهدار. چه کنم برای خاطر پسرم هیچ چی نمیتونم بهش بگم. پسره پاشو یک کفش کردی که این کارم امروز باز تموم بشه. به چرا به خود نشستی دادشو غصه میخوری؟ اگه این کار به من واگذار کنی طوری میکنم که خودت بگی این والا. یعنی چی کار میکنی؟ تا من درست کنم. صادق، نوشتی؟ بله. بده من حالا بهت میگم چیکار میکنم. خدا عاقبت کار ما رو به خیر کنه. تو هم ماشاءالله مثل آتیش میمونی، هیچ صبر و حوصله نداری. آخ خانم بزرگ، من از صبح تا شوم جون میکنم که حرف بر از کسی نشنفم. نشی ازداد هاشدادشم جای پدر توست، بدی طوری که نمیخواد. تو نباید ازش دلخور باشی، با هر چی باشه تو کوچیکتری بری بریم دستشو ببین. نه خانم بزرگ، از ما به خیر و از او به سلامت برم بکنی. دی عجب آدمی هستی، حالا که دادشم رازه تو ناز میکنی. آخ خانم بزرگ، ارباب دخترش به من نمیده. نه بجونی شیزار، دادشم راضیه، یعنی خودم راضیش کردم. با اون همه اوقات تلخی چطور باور کنم؟ وقتی میگم راضیش کردم بی خود که نمیگم، اینم رضایت باور. اول همینو مگفتم. تو با خودشر میخواستی، من با زبون نر رازش کردم، حالا چی میگی؟ هیچی، کور از خدا چی مخواد دو کشه اینا. مبارکه انشالله، خوارکم.
الهی به حق پنجتن آن لباس سفید بخت بشه. گوشت وا بکن، با پیرن سفید عروسی به خونه شوهر میشی، با کفن سفید مرگ باید از خونه شوهر بیرون بشی. آسیر سام یا جون تو جون خوارک مطمئن باش شیرزاد، خدا بین جوونا علمت بکنه. بفرمایید کی باشه عروسی؟ خود تو کی دیگه ما رو میگیره؟ کی؟ خدا. مرسی زهره جون، مرسی. بنشین. زیادی با زیادی با بسم الله الرحمن. سر نکش، میک بزن. بله کم. آره جانم، اینجوری ببین. به حق چیزهایی نشنفته، ما شنفته بودیم که سماق رو میمیکن، یا نشنفته بودیم که تو شهر شما شربت هم میمیکن. آره میمیکن. بکن بابا، فرنگی ما بازی در بردی. ما ایرونی از یعنی این تشتی پادر منیم. لعنت الله علاقه مزالیم. تموم بابا، تموم بابا. نمولی برماز، نمولی برماز. چرا واسه عروس دوماد شباش جمع نمیکنن؟ تو شهر که برای عروس دوماد شباش جمع نمیکنن، این رسما دیگه کهنه شد. چه میدونی؟ روز بعد از عروسی دستگل فانتزی براش میفرستن. گل گل بابا، گل به چه دردشون مخوره؟ شباش جای خود داره، شباش مایه دست عروس دوماده. ما دستگل میدیم. پیر اون گلو بهشون هادیم. چه بور میخوری؟ آخه این وقت لباس آزارم میده، فکر بکنم که این عروسی تموم بشه و این وقت ها دول بردیم. بازم کلانمدی و قباب و همون بازی سابه. آها شرف داره، شرف داره. هم چقدر سگدنده ای؟ سگدنده ای خب الحمدلله به سلامتی و مبارکی یه هفتم از عروسی گلناز گذشت. حالا دیگر با به قول یارو گفتنی الوعده وفا. البته شیرزا جو، حرف من یک چیز، مطابق قولنومه این که دست دادم عمل کن. یه آقایی و بزرگواری بکنی. حاجداش هم سرش گرفت، قبولش نمیده. قولنومه همراه هست؟ آخون جون چی نوشتم تو قولنومه؟ هر شبت که قبلیشتیم که قبول کردم که با هر شرط شرایطی که گلنازو به سیروس میدیم، با همون شرط شرایط زهره هم بدیم با آقا شیرزاد. آفرین. ببین آقا شیرزاد، من برای گلناز 20,000 تومان مهر کردم. 20,000 تومان؟ بله. خب مهر رو که کسی ندیده. اون درسته، اون یه حسابیست بین تو و زهره. اما مخارج. خارج؟ 15,000 تومان نقد دادیم که جلوی خودت خرج آینه شمس و نقره و انگشتر و مبل و تخت و رخت و اسباب و غیره داره شد. 10,000 تومان هم مخارج شام و موزیک و پذیرایی و اینجور چیزا. ایناش، اینم صورتش، جمع کلش شده 25,000 تومان. 5,000 تومان؟ 25,000. حالا میخوای پول بیار، میخوای گندم بدی، جو بدی، روفه بدی، هر طوری رسم میتونی. ببین زمین ممین چیز میداری بفروش، من خواهش میکنم قبول کن. 35,000 تومان. ها
حالا نمیشه من و زهره خانم به رسم و رسوم قدیمی ایرونی خودمون عروسی بکنیم؟ هم کمتر خرج میشه، هم شباش جمع میشه، هم آخه شیرزاد جون، من که چیزی نمیگم، اما حساب آبرومونم بکن. من خواهر تو رو با اون آبرومندی برای پسرم گرفتم، حالا میتونم دختر خودم بی سر صدا شوهر بدم؟ نه، مردم چی میگن؟ اقلا پس یه مهلتی به من بدین، من این پول تهیه بکنم. چقدر مهلت بدم؟ اقلا 40 روز که مهلت میخوام. بسیار خوب، اما اگر بعد از 40 روز از تو خبری نشد دیگه از من گله نکنی ها. نه خدا بزرگه، انشاءالله درست میشه. خب بنده مرخصم. آقا شیرزاد، ما و زهره رو منتظر نذاری ها، چون ممکنه دختره دق کنه. خیال شما که راحت باشه، یه روز با آخر عمرم مونده ها داغشو مندلت میذارم. خدا حافظ. خوش اومدی شیرزاد. آی این پسر پررویه. تا 40 روز اگه من پیل آوردم شما رو به من خواهد. حالا بشم با امید خدا هر جوری شده پیل ملی تهیه بکنم. چقدر؟ 25,000 تومان. چرا 25,000 تومان؟ آخه نه اینکه برای عروسی آبجیم و سیروس آقا همینقدر خرج شده، وقت دیگه خوب نیست که من دیگه کمتر خرج بکنم. خلقه تنگ نشه، فراهم بکنم. آخه از کجا؟ داریم بالاخره دو تیک زمین و ملک و مال داریم. از زیر بطک به اول می اومدیم بابا. خدا کنه تصویر تو کار نباشه. خدا بزرگه، اجازه میدی؟ خدا به همراهت. زندگی میخواد، خودت هم میدونی عقل
عقده پسرم و دخترم و پسرم و دختر دایی تو آسمونه بسی شده. منظور تو نمیفهم. آبجیبت من الان روشنش میکنم. ببین زهره جون، پسرمت مدتیه که تو رو از من و عمت خواستگاری میکنم. منو؟ من که لایقی ایشون نیستم. اختیار دارید خانم، شاید بنده رو لایق نمیدونید. خب تعارف رو کنار بذارید. ببین زهره جون، تو میدونی که بعد از فوت عمه بزرگ تو شوهرش داراییشون همه به هرمز رسیده. منم که هرچی دارم مال تو و سیروسه، پس چه بهتر که مال خودمون از تو خودمون بیرون نره، مخصوصا که هرمز بهت علاقمندم هست. رضای شما رضای منه. باریکلا دختر، باریکلا. مرسی زهره جون، مرسی. ولی به طوری که شنیدم شما به یک جوان دیگه هم قول دارید، جوان ساده و بیالایش رو دنبال نخودسی ها فرستادید، پس اقلن ظاهرن جوان مردی کنید تا سر موعد صرف کنید. اگر بر فرض محال تونست پولی که خواستید بیاره، که خب شما ما رو فروختید و اونم خریده، اما اگر اونطور که من حس میکنم از اخته برنای من، اون وقت شما میتونید به هر کسی که دلتون میخواد منو بپروشید. سوسولی جان، منو ببخش که تو رو با پیل عوض میکنم. چو کنم، اگه تو هم جای من بودی منو مفروختی تا به زهره جان برسی. من هیچ وقت تو رو از یاد نمبرم. اینطور به من نگاه نکن، دلم آتیش میگیر. چاره ای ندارم. خب بالاخره روی هم چقدر نبو؟ والا روی هم با زمین سراسیا و گوه بیساله و همه میشه 6950 تومان، که حساب بکنیم 6900 تومان سرداخت. و چرا همش از سر من کم بکنی؟ خیلی خوب، مز گل روی تو حساب میکنیم 7000 تومان. بذار ما به شما برسه 7000 تومان. 7000 تومان تا 25000 تومان مخاط 18000 تومان. 18000 تومان. نه نمیشه، باید فکر دیگه ای کرد. حالا نه بیشتره که حساب بکنی. والا تا اونجا که محل داشت ما گفت. خب پس شما به فکر پول باشین، منم بشم تهرون یه کاری زیر سر کنم و برگردم معامله رو تموم بکنم. اگه اول معامله رو تموم میکردین بعد میرفتی شهر بهتر. نه آخه یه جوریه که جور در نمیاد، باید برم تهرون. خب خدا نگهدار. بابا خیلی دندون گردی کردی، حقش بود 10000-15000 تومان میخریدیم. اون یا اون سلام علیکم استاد. علیکم سلام، مرحبت زیاد داشت. شاگرد خودچام کاری نمخوای؟ نجاری بلدی؟ نجاری که اینقلا بلدنی هم، اما خوب میتونم اگر یک. نه بابا جون، بلدیزی به درد من نمیخوریم. این که فروشی بغل یه دالوندار میخواد، برو برای که معاملت بشه. همین بغلی؟ آره جونم. خدا عزت تو، قربان تو، خدا نگهدار. خدا رحمت بکنه. دامن داری؟ سجل که دارم، دامنم اگر بخوای باید بشین در خونه ارباب دهمون. روزی چند میدی؟ روزی 4 تومن. 4 تومن؟
عوض شبا همینجا میخوابی کرای منزلم نمیدی. تو شهر شما آدم روزی چند خرجش میشه؟ قناعت کنی روزی 3 تومن. 3 تومن؟ با شوم و نهار و سردونه و سلمونی و همه و همه با اونا روزی 3 تومن نی. 3 تومن نی؟ پس میتونم روزی 5000 جمع بکنم. ماهش مکنه 15 تومن. سالش چقدر میشه؟ سالش 150 تومن، اونم 180 تومن. 180 تومن؟ آره. چند سال کار بکنم میشه 18000 تومن؟ 100 سال. 100 سال؟ آره. 100 سال کار برای 18000 تومن. سینا میدونستن که من نمیتونم این پولو تهیه بکنم. که داره سر تا پای منو میسوزه. زهره جان چه کنم که روی اومدن به خونه تو رو ندارم. دیدار ما به قیامت کشید. خوارکم تو این شهر قریب نمیدونم بی برادر چون کن. خدا تو و شوهرک تو با هم سازگار بکن. What?
مطمئن باشید که بدر این مرد شما دوبرام میکنه. خواهد راحت باشه خوار. مثل ما پدر و مادری شنوی داشته باشی. خدا منم شما رو مثل برادر خودم میدونم. خدا از خواری که نکنم آبجی من لامن بیادمونم بند آمو برای کلا شیزاد هره یک چشت روشن داری عجیب کرده برایت میره مریم این خونه متعلق به خود طبیب محرم رازه، مخصوصا من که از بچگی طبیب معالج تو بودم.
و شاید هم چند بار تو را از مرد نجات دادم. سعی میفرمایید دکتر. متشکرم. ببین دخترم، با اولی سرماخوردگی کوچکی داشتی. به قول خودت چند شب بیخوابی به سرت زد. بی احتیاطی رو به حد اعلی رسوندی. با همون حال از شب تا سحر توی باغ سرد و نمناک نشستی. سرماخوردگی زاتوریه شد. البته منم معالجه کردم، اما اون چی که معالجهش برای من مشکله دردی است که از من پنهان میکنی. من درد دیگه ای ندارم. اشتباه میکنی. ببین دخترم، گفتم از من چیزی رو پنهان نکن. نصفهای دل شب تک و تنها توی باغ نشستن و فکر کردن، این اشکها هر علائم درد پنهان توست. به جوانی خودت، به پدر بیچارت رحم. دکتر، من اگه دردی هم داشته باشم از دست پدرم. آفرین، هم درد رو بگو. قول میدم پیش خودم بمونه. دکتر، برای درمون درد من هیچ راهی وجود نداره. اشتباه میکنی، همیشه راه چاره هست. کره به فکر تو نرسه. تو اون نقطه نگاه کن، ادامه بده، تعریف کن. گلناز برادری داره، نجیب و جوانبخت، که قابل دوست داشتن. وقتی پدرم گلناز رو برای سیروز خواستگاری کرد، خبر داریم وقتی شیرزاد از فروش ملکش ناامید میشه از ده میاد بیرون. دیگه خبر نداریم کجا رفته. سر به بیابون گذاشته، خودش از بین برده. گریه نکن دخترم، گریه کار اشخاص ضعیف و بی‌اراده است. مایوس نباش. آخه اون از کجا میتونه این همه پول تهیه کنه؟ پدرم هم که میشناسه به هیچ وجه حاضر نیست از ثروت عمم و پسرم من صرف نظر کنه. از اینکه به من نتبینون پیدا کردی و همه چیز رو برام تعریف کردی خیلی ممنونم. قول میدم که تو از این ناراحتی نجات بدم. هر طور شده چیزات رو پیدا کنم. خدا ما تو رحمت نکنه. خدا عوضت حالی. بیا حالی. اختیاره این قربان. بیا حالی. بیا حالی. بیا حالی. حال شما چطوره؟ راحت باشی من ساده. الحمدلله. سلام تشید. من. بابا با آشیزاد باشه. خدا از نه تالی. بیا حالی بخور. قربان شما. ما چه کرم؟ بین هم قول من سلام برسونم. شش خدا. شش خدا. بین. بله. تو یک گلی دیوار خودت به ما که رنگ رود وا باشه. اختیار داری قربان، اختیار داری مرمجی. شیرزاد آقا اومده، اجازه میفرمایی؟ شیرزاد، کجاست؟ آرام باشم، اون سردی خود دستی. گفتید که زهور خانم مریدم؟ آخر آقا چیزی نگفتم. باشید بیرون؟ چشم آقا. ببین. بله. از ساعت زهور خانم هیچ صحبتی نکنی یا. خواهد جمع باشید آقا. میل داری با زود برسی؟ پس خواهش میکنم همینطور بخواب. نه از دیدن هرمز سال مهار کن، نه از دیدن شیرزاد خوشحالی. اگر چیزی دیدی که تازگی داشت، هیچ به روی خود نیا. اختیار من دست شماست. متشکرم. خودت رو خوب به خواب بزن. بفرمایید. ببین
برادر، من تو بیش از 20 ساله که با هم دوستیم، نمیتونم چیزی را از تو پنهان کنم. دکتر دخترت که سالت خطرناکی داره. دکتر دستم به دومنه، من از بین میرم. یعنی تا این حد خودت پدری، میفهمی چی میگم. من آخرین تلاش خودم رو بکنم. یه با خداست دکتر جون، هر کاری میتونی بکن، اگر شده زندگیمو بفروشم حاضرم. پس مال و زندگی رو برای دخترت بخوای، نه دختر رو برای مال و زندگی. اوه دکتر، قبل از اینکه شروع به آخرین معالجه خودم بکنم، در اینجا اتفاقاتی خواهد افتاد. باید قول بدی تا 10 دقیقه دیگر هر چه دیدی، هر چه شنیدی، هیچ عکس العملی نشون ندی. به جان دخترت بستگی داره. دکتر جون، هر چی بگی میکن، کاری بکن که دخترم نجات پیدا کنه. ایشا همینجا بیستی. بفرمایید. زهر جون، تو که هنوز خوابیدی؟ بلند شو بچه نشو. آدم با یه سرماخوردگی که... آیه برماز. با منی؟ بخشید آقا رمضان، خواهش میکنم زیاد به مریض نزدیک نشید. شما جوانید، خیلی فکر خدایی نکرده. مقصودتو نفهمیدم. باید فکر صرفه هم میکنی. خب سرما خورده، باید صرفه کنه. بیماری او در مرحله ای که خیلی مستقیم. یعنی میخوایی بفرمایید که مسرور شده؟ شش فکر نکن، رسمت این بود، نباید دستی گیش رفت. از من که دستشو بد کاری کرد. منم برای همین شما صدا زدم. حال من چیکار کنم؟ دکتر، الکل فایده داره؟ بله بله. بگیر بالا. مرسی. مرسی. شکر. مرسی. دکتر. پاک شد؟ پاک پاک. خیلی متشکرم دکتر. دکتر، با این وضع فرمایید که ازدواج ما صلاح نیست. خب دکتر، با اجازه شما من یواشکی مرخص میشم. دایی جون، دایی جون، دایی جون، من رو برمیگردم. ببخش دکتر. هنوز ادامه داره. خیلی مطمئن.
متاسفم که خبر بایوار نمیشون زهر خانوم سخت بیمار بیمارشم متاسفانه علاج ناپذیر تک سرفای میکنه که از سینهش به جوانه خودت من تو با جون خودت بازی میکنی جون من؟ من بی زهرت جون رو میخوام چه کنم برام نکنیم بذارید برمیرم زهرت جون اگر هزار جون داشته باشم فدات بکنم حالا که تو این دنیا نداشتیم ما با هم برسیم حالا نه تو اون دنیا بداریم ما با هم برسیم زهرت دارا شیر دارا جواب بده به این دنیا من چی بگم من مقید باش میبینم که تو هم معالجه شدی چند رنگ عذاب که برای شما تولید کردم به یک عمر خوشبختی و سعادت بچه ها ارزش داشت دیگه احتیاج به نصف ثانیه هم نیست دکتر چطور از شما تشکر کنم